قطعا همه شما اسم همسر کامبت به گوشتون خورده، ولی اخیرا یه سری جو روانی بدی نسبت بهش ایجاد شده و میگن که از لحاظ روانشناسی همسر کامبت داره تأثیرات خیلی بدی روی جامعه میذاره. یه سری هم میگن خب امن نیست و ممکنه که شما رو هک بکنه، اطلاعاتتون از بین بره. ولی من میخوام توی این ویدیو درباره یک سری نکات مهم صحبت بکنم که شاید اطلاع داشتن درباره موضوعها بهتون کمک بکنه که بتونید تصمیم بهتری بگیرید. نمیخوام ازش تعریف کنم، نمیخوام تخریبش بکنم. فقط میخوام اطلاعاتی که میدونم رو به شما هم انتقال بدم. خب دوستان ببینید، اخیراً همونجور که میدونید ایردراپ همسر کامبت خیلی اومده و معروف شده، جوری که اومده توی تقریباً کمتر از 90 روز بیش از 100 میلیون کاربر به دست آورد که این خیلی رقم زیادی است. 100 میلیون کاربر خودشون اومدن تیکه انداختن که گفتم مثلا واتساپ اومده توی مثلا 3-4 سال اومده بیشتر از 100 میلیون کاربر به دست آورده، مثلا اینستاگرام توی مثلا 2 سال و نیم اومده 100 میلیون کاربر به دست آورده و ما توی مثلا 70 روز اومدیم 100 میلیون کاربر به دست آوردیم. خب این رقم خیلی بالایی هست واقعا، چون هر چی که تعداد مخاطب‌های شما توی فضای حالا اپلیکیشن یا کلا مینی اپ های اینجوری بیشتر باشه، قدرت شما هم بیشتره و میتونید درآمدهای بیشتری هم داشته باشید. اما خب ببینید دوستان، این حجم از کاربری که وارد این ایردراپ شدن، خیلیشون شاید ندونن فلسفه ایردراپ چی هست و اصلا تاریخچه‌اش چیه. ببینید خیلی وقت پیش ها، حالا من تجربه خودم رو دارم بهتون میگم که تقریبا برمیگرده به مثلا 3-4 سال پیش، ایردراپ ها فلسفهشون اینجوری بود که افرادی که مثلا توی حالا حوزه ارز دیجیتال می اومدن و فعالیت میکردن، یه ارزی که توش پتانسیل میدیدن که قیمتش میره بالا و الان قیمتش خیلی پایین هست، مثلا قیمتش شاید حدود مثلا 100,000 دلار هست، یعنی یه دونه ممیز 4-5 تا 0 و یه دونه 1 قیمتش اینقدر هست، میومدن مثلا 10,000 واحد یا 100,000 واحد ازش میخریدن که در نهایت سرمایه گذاری که روی این انجام میدادن میشد مثلا 1 دلار یا نهایتا مثلا 10 دلار. خب پس میومدن با هزینه خیلی کم مثل 10 دلار یا 1 دلار 100,000 واحد از یک ارزی که هنوز قیمتی نداره، ولی خب پتانسیل داخلش میدیدن دیگه، در آینده ممکنه که این ارز پتانسیلش جوری بیاد پیشرفت بکنه که این ارز اصلا قیمتش برسه به 1 دلار. و خیلی وقتا همین اتفاق هم میافتاد که طرف مثلا قیمت این ارز به 1 دلار که میرسید یا مثلا به 0.1 دلار که میرسید، میومدن اینو میفروختن. چه اتفاق میافتاد؟ یه ارز که اصلا ارزشی نداشت، قیمتش میگم 100,000 دلار بود، میومدن 100,000 واحد یا 10,000 واحد ازش میخریدن، وقتی قیمتش میومد بالا اونو میفروختن. چی میشد؟ با هزینه ای تقریبا 1 دلار یا 10 دلار 100,000 دلار گیرشون میومد. که خب این فلسفه کلی ایردراپ هست که در گذشته استفاده میشد، هنوز هم استفاده میشه. خیلی از ارزهایی که الان هستن ممکنه که پتانسیلی تو داشته باشن. ناتکوین هم اولش همین جور بود و این اتفاق براش افتاد. ولی خب این ایردراپ در واقع کارش همینه که میاد به صورت یهویی یک جهشی انجام میده و قیمتش میره بالا و شما میتونید خب اون سرمایه‌گذاری که انجام دادید رو به سود خیلی زیادی تبدیل کنید. اما حالا علاوه بر این، توی گذشته تر خیلی ماینرها هم روی بورس بود، الان هنوز هم رو بورس هست، ولی قبل تر ماینرهای سخت افزاری خیلی بیشتر رو بورس بود که می اومد یک سری عملیاتی انجام میداد، داغ میشد، برق زیاد مصرف میکرد، هزینه اولیه‌اش زیاد بود و شما با استفاده از این ماینرها می اومدید حالا ارزهای مختلفی مثل بیت کوین یا اتریوم رو استخراج میکردید و اونها رو میفروختید و به پول نقد نزدیک میکردید. الان همسر کامبت در واقع ترکیبی از این دوتاست، یعنی به صورت هوشمندتری هم ماینر هست و هم ایردراپ که میشه به شما کمک میکنه، شما میتونید پول در بیارید. حالا شما خودتون با ذهن خودتون بیاید مقایسه بکنید ببینید که آیا حالا این پروژه همسر کامبت که این همه اومده کاربر جذب کرده و ایردراپی هستش که احتمال میره در آینده نزدیک به پول تبدیل بشه و شما هم نیاز نیست بیاد کلیک بکنید. یه سری دوستان من دیدم انقدر میان کلیک میکنن، روشای مختلفی رو به کار میبرن، هم وقتشون و عمرشون و گوشیشون و پولشون همه‌شون دارن به فنا میدن، ولی اصلا نیاز نیست شما کلیک بکنید، اصلا نیاز نیست. حتی من روشای رو توی چنل یوتیوبمون گفتم که شما اصلا نیاز نیست کلیک بکنید، یک بار هم نیاز نیست کلیک بکنید. یه سری تسکا هست میشه انجام داد، یه سری کارا هست که شما میتونید کلی پول به دست بیارید و بعد از اون که پول به دست آوردید استخراج رو شروع بکنید. خوبیش هم اینه استخراج اصلا به سخت افزار گوشی شما ربط نداره، یعنی مثلا خب قبلا باز بود برنامه‌ای که با گوشی شما میومد استخراج انجام میداد ولی گوشی شما داغ میکرد به فنا میافت، یعنی از سخت افزار گوشی شما استفاده میکرد. ولی خب خوبی همسر اینه که شما کارت میخرید
اونم نه با پول واقعی ها، با پولی که توی همون همسر به دست میارید، با همون سکه ها و با استفاده از اون کارت ها خودشون براتون اون عملیات ماینینگ رو انجام میدن یا همون استخراج کردن. پس شما اگر خیلی هوشمندانه کار بکنی، نه از لحاظ روانی، نه از لحاظ مالی، نه از لحاظ جسمی، از هیچ لحاظی مشکل براتون ایجاد نمیشه، حتی زمانتون هم توش صرفه جویی میشه. ولی خب به نظر من ایردراپ همستر یکی از ایردراپ هایی هست که پتانسیل زیادی داخلش هست. چرا؟ چون که 100 میلیون کاربر واقعا قدرت زیادیه. حالا بعضی‌ها میگن مثلا توی بعضی از صرافی‌ها ممکنه لیست بشه، توی بعضی از صرافی‌ها ممکنه لیست نشه. خودمونی بخوام بهتون میگم هیچ صرافی بعدش نمیاد یک و 100 میلیون کاربر بیان داخلش. میدونی چرا؟ چون صرافی‌ها بر اساس تراکنشی که انجام میشه میان با یه مقدار، من واقعا واژه فارسیش رو قاطی میکنم، فی، حالا کارمزد، ببخشید، میاد یه مقداری از خودتون کارمزد میگیره. حالا فرضاً نیم دلار هم توی هر تراکنش از شما کارمزد بگیره، 100 میلیون کاربر که تراکنش انجام بدن میشه چقدر؟ میشه 50 میلیون دیگه. اگر حالا ما فرض بگیریم که مثلا کارمزدش نیم دلار باشه، که حالا بعضی وقتا بیشتر هم هست، بعضی وقتا کمتر هم هست، بستگی پولی که شما رد و بدل میکنید داره. اما نکته مهمش اینه که کارمزدهایی که برای صرافی ها درآمد دارن، صرافی ها از خداشونه که بیان اینو لیست کنن توی صرافی ها. پس از این بابت سعی کنید که صرافی های امن و شناخته شده هم بیان و در واقع این توکن و ارز همستر رو بیان و لیست بکنن و شما اینجوری میتونید که هوشمندانه‌تر به درآمد برسید. پس دوستان عزیز، من میگم فقط دانش‌های خودم با شما به اشتراک گذاشتم. سعی کنید که هوشمندانه کار بکنید، ولی خب همستر واقعا هیچ در واقع ضرری به نظر من به شما نمیزنه، چون که شما قرار نیست کلیک بکنید، قرار نیست پول بدید، قرار نیست که وقت بذارید، قرار نیست که خیلی از کارهای دیگه که الان میگم بکنید قرار نیست انجام بدید، اگر که اصولی و با روش خوب پیش برید. که میگم من سعی کردم توی چنلم برای دوستانی که دوست دارن از این ارز استفاده بکنن اومدم و یک سری روش ها گفتم که شما از صفر این ربات بهتون میگم که چجوری انجام میشه و بخش مختلفش چیه، چجوری به کیف پول وصلش کنید، چجوری روزانه بیشتر از 10 میلیون پول ازش در بیارید بدون کلیک کردن و همه این قسمت ها. 10 میلیون پول منظورم سکه خود همسر است، نه 10 میلیون تومن پول. نه ولی خب منم با استفاده از همین روش خودم دو سه تا اکانت ساختم. شاید حالا باز آموزش چند اکانت ساختن، اکانت ساختن ام، نه اینکه روی تلگرام بیاید سه تا اکانت بسازید بعد اونا رو هی بیارید تو همسه، چون اینجوری ممکنه قاطی بشه و در نهایت اکانتتون بند بشه. ولی خب من روی گوشی الان سه تا اکانت دارم، نه روی تلگرام، روی یک گوشی سه تا اکانت دارم که میتونم روی سه تاش مجموعاً با هم دیگه بیشتر از 1.5 میلیون پرافیت جمع کردم و شما میتونید همین کارو بکنید. وقت زیادی هم ازم نمیگیره. روش‌های دیگه هم هست که اونا باز هوشمندتره، مثل استفاده از ماکروها که ما بیایم مثلا یک وی پی اس بخریم، حالا از ماکرو استفاده بکنیم و اینجوری دیگه اصلا یک ثانیه هم نیاز نیست شما داخل همسر بخواید وقت بذارید، خودش براتون کارو انجام، ولی خب یکم هزینه داره. اما اگر که حالا دوست دارید روش‌های جدید رو هم بذاریم، به ما توی کامنت ها نظر بدید، بگید که چه کارهایی انجام بدیم. اگر پیشنهاد انتقادی هم دارید من در خدمتم. و در نهایت هوشمند فکر کنید که انشالله موفق بشید. خب دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و خداحافظ.